ستاره عزیز، واقعا دست در نکنه. چه صدایی، چه انتخاب موزیکی. نمیدونم مثل اینکه ایمان مایبوت هم با تو این کار همکاری میکنه یا نه. به هر صورت هموطنان عزیز، چند تا نکته رو اجازه که من اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید، خب قبل از این من حرفم بزنم، آرش مهدوی پیام داده. جناب پوروکیل، آرش مهدوی برای شما یه پیام داده، میگه ایمان جان رو ایر به آقای پوروکیل بگو ما با هم میریم ایران پیش بقیه. جناب پوروکیل، پیام آرش مهدوی برای شما عزیز. برگردم به حرفی که میخواستم بزنم. ببینید، تو دو سه چهار روز پیش این برنامه های تلویزیونی، اصلا چرا دو سه چهار روز پیش، پارسال تا قبل از این برنامه های نهاد مردمی، همین برنامه های خود ما جنبش ایران فردا، چون دیگه اون استودیو و کارمند و این حرف رو نداشتیم، من بودیم و منصور، من هم سر کار بود و بود و بیه بالا برنامه رو اجرا بکن و همش حرف و حالا چهار تا تلفن و بچه هم از ایران خب صحبت میکردم، بازی تنوعی داشت. سه چهار روزه کار گروهی شده. یک سری از این دوستان که فکر نمی‌کنم هیچ کدومشون هم تخصصی در برنامه ریزی و تهیه کنندگی برنامه رادیو تلویزیون داشته باشن، یه سری از همین جوونا داوطلب شدن، دستشون بالا کردن وقتی گفتیم احتیاج داریم، دستشون جلو کردن گفتن آقا ما میایم، دارن زحمت میکشن. این ویدیوهایی که میبینید، این مصاحبه‌هایی که میبینید، این برنامه ریزی‌هایی که شده که هنوزم هماهنگی لازم داره و بهتر و بهتر خواهد شد، اینا بچه‌ها کردن و می‌بینید که چقدر به برنامه رو بهتر میکنه. حالا نه یک قرون پول داریم، نه بودجه داریم، نه آدمای پروفشنال داریم. وقتی که قلب شما جای باشه، من مطمئنم این تیمی که خدمتتون معرفی کردم، اینها ساعت‌ها باید نشسته باشن این ویدیوها رو پیدا بکنن، تنظیم بکنن. تازه از این بهتر کار کردن، ایمیلش به دست من نرسید سر موقع. ایمیل‌ها رو قرقاتی کردیم کجا بره کجا نره. من تا دیشب فکر می‌کردم برنامه امروز برنامه نیست، در صورتی که اینا میشینن دقیقه به دقیقه، اول این صحبت میکنه، بعد اون صحبت میکنه، بعد این مصاحبه است، بعد این ویدیو رو بذاریم، بعد این حرفا. واقعا دستتون درد نکنه. و ما داریم برای اولین بار نشون میدیم به مردم دنیا، یا حداقل به مردم خودمون، اپوزیسیون داخل و خارج کشور، بابا میشود با هم کار کرد. اینقدر یه طرفه صحبت نکنیم که اون کسی که این ور تلویزیون دوربین نشسته هی بگه آقا این کارو بکنید، برید تو خیابون، نرین تو خیابون، آب بخورید نخورید، اینو بذارید اون نذارید. یکم گوش بدیم، یکم بذاریم که مردم بیان جلو، قد یعنی مسئولیت و و و. به هر صورت دیگه معلومه که کار بهتر و بهتر خواهد شد و من فکر می‌کنم این صداقت بچه‌ها هست، این عزیزانی که الان اینا که اسمشون بردم، یکی طرفدار پادشاهی، یکی جنبش سبزی، یکی جمهوری‌خواه، یکی حتی کروبی رو دوست داره، یکی نمیدونم ایران، یکی اروپا است. نه از ما کسی پرسیدی مذهب چیه، سن چیه، کجا زندگی می‌کنی، چی کاره بودی، نه. یک هدف و پنج اصل. ببینید چگونه میشود با هم متحد شد و انسجام پیدا کرد و این کارا بیشتر و بهتر هم خواهد شد. خب اجازه بدید که از طریق هواپیمای اسکایپ بریم اروپا و تماسی داشته باشیم با یک عزیزی به نام آقای آبتین آینه. که داره بوق میزنه و تا ایشون ویدیوشون رو وصل بکنن و صدای میکروفون بلنگوهای اتاقشون هم کم بکنن که ایکو نکنه، من خدمتون بگم که این جناب آبتین آینه رو بنده در نشست لندن و پاریس افتخار این داشتم که بغلشون بشونم صحبت بکنیم و در لندن جز اون 80 و چند نفر و در پاریس جز اون 300 و خورده نفری باشیم که رفتیم ببینیم برای ایجاد همبستگی چه میتونیم بکنیم. دیگه هم بنده از ایشون خبری نداشتم و ندارم، تا اینکه دیشب پریشب بچه‌ها گفتن آقا آبتین آینه که پاریس و لندن با هم بودین سلام رسونده، ایشون هم داره میاد که با هم در نهاد مردمی کار بکنه. و نمیدونید که چه خوشحالی به من دست داد، برای اینکه یادتونه بهتون میگفتم سالهاست دارم میگم، این هم میرفتم لندن میگفتم بابا انقدر این جاها ما رفتیم، انقدر آدمای زیبای پرمحبت ایران دوست هستن که میخوان کاری بکنن، حرفاشونو بزنن، سیستم نیست، پروسه نیست که در یک کافه ای که مساوی باشه برای همه بیان و انجام بدن و با شفافیت. من اجازه بدید که بذارم شما رو معرفی بکنم به آبتین آینه عزیز از طریق اسکایپ. خودش خواهش کنم که با شما صحبت بکنه در رابطه با
گذشتش بگه، در رابطه با تلاشهاش بگه، در رابطه با احیانا خوبی و بدی های کارهایی که با هم کردیم، تلاشهایی کردیم بگه. هموطنان عزیز به شما معرفی میکنم از طریق سکایپ عزیزی به نام آبتین هاینه. آبتین جان درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون در نهاد مردمی. درود بر شما ایمان جان نازنین، درود ویژه به همه بینندگان تلویزیون سراسر اندیشه و همه هممیهنان برون و درون میهن باز هم بوده در بند. وقتی لحظه باد میکند از گوشواره برگ شمیده ای فرو میفتم، میمانم بر روی مشتی خاک و لحظه همچنان بزرگ میشود بزرگ. واقعا ایمان جان به باور من همچنان سرزمین ما، مردم در بند ما در یک لحظه بزرگی هستند که میتوانند با اندکی همپیوستگی، پیوند، هماهنگی، دلاوری و مهربانی ایران را از زیر بند این رژیم پلید اسلامی رها کنند. و من فکر میکنم هر حرکتی که در این رابطه باشد باید آن را به فال نیک گرفت و استقبال کرد و بسیار شاد و خوشحال هستم که نهاد مردمی گام هایی را در این راه برداشتیم. و اما در رابطه با تجربه های تلخ و شیرینی که ما با هم داشتیم، بله من در لندن بودم، در اون نشست البته زیاد به اون صورت اکتیو نبودم و به ویژه دوستانی که با من با هم بودیم، ولی در پاریس ما شاهد یک رحمایی بزرگی بودیم از همیهنانمون که بسیاری از این همیهنان ما تک تک انسانهای بسیار فرزانه و فریخته بودند، ولی در جمع به باور من تجربات تلخ و شیرینی بود که ما اندوخته کردیم برای آینده. در هر صورت من جزء اون در واقع هیئت رئیسه 5 یا 7 نفری بودم که سعی کردم با تمام توانایی خودم اثری گذاشته باشم و خدمتی کرده باشم، گامی بردارم برای هماهنگی که بتونیم یک نتیجه بگیریم، بتونیم هدف ما که اون هدف اصلی و نهایی آزادی ایران باشه برداریم که همچنین خودتون شاهد بودید به موفقیت آنچنانی در پی نداشت، ولی همچنانی گفتم از اندوخت ها میتوانیم درس بگیریم و بتوانیم گام‌های بهتری رو برای آزادی ایران برداریم. آبتین عزیز دقیقا شما درست میگید. در یکی از این برنامه‌ها که من صحبت میکردم حرف اصلی من بود که اگر این نشست ها و این حرکات نمی بود ما امروز اینجا نمی بودیم. ما از تک تک اونا یاد گرفتیم، یا حداقل خود من یاد گرفتم که تو لندن احتمالاً ما چگونه شاید کار بهتر میتونستیم انجام بدیم، در پاریس چگونه میشد و غیره. میخوام ببینم که شما اولا چگونه در رابطه با نهاد مردمی مطلع شدی؟ میدونم در سایت ثبت نام کردی و حالا دیگه چهرت هم چون مردم دیدن فقط اون یه کپی آیدی رو خودت یادش آرش رو بفرستی، چون گفتیم پارتی بازی نداریم دیگه. رکسانا گنجی هم که پیروز اومده بود کپی آیدیش رو آورده بود که ما در سایت شخصیت حقیقی بکنیم اگر از طریق پیپل نمیخواد بری. چگونه در رابطه با نهاد مردمی آشنا شدی؟ چرا اومدی؟ امیدت چه هست؟ انتظارات در اینجا چه هست که بتونیم که باز یک کار دیگری رو سعی بکنیم هر چه زودتر پیش ببریم؟ ایمان جان هم که میدونیم من در واقع یک فرهنگ دانشجوی خانواده فرهنگ بزرگ ایران شهر هستم، خودم یک فرهنگ ورز میدونم و برای آزادی ایران به باور من برای آزادی میهن در بند من باید از هر کاری کرد. در واقع درستی که ما در اون چند نشست به نتیجه نرسیدیم، ولی آزادی ایران که در پیش رو داریم، به ویژه که در سال گذشته این انقلاب بزرگ مردم ایران یا بگیم رستاخیز اون خروش مردم ایران نشان داد که مردم ما برای به دست آوردن آزادی دست کم 120 سال دارن تلاش و کوشش میکنن و همچنان کوشا برای آزادی مبارزه میکنه. در نتیجه به باور من هر ایرانی که به باور ایرانگرایی، باور ایرانگرایی داره، باور برای آزادی داره، باور برای آبادی داره، باور برای یک زندگی خوب داره، میبایست تلاش و کوشش بکنه و دنبال یک حرکتی باشه برای آزادی میهنش. و منم مثل بسیاری از همیهنانم در این فکر بودم و هستم و
در هر صورت پیگیر بودیم برای چه باید کرد برای این کار مهم که دوستی از ایران با من تماس گرفت. بسیار از این جوان خردمند و مهربان و با پشتگار و کوشنده سپاسگزارم که بسیار با این دیدگاه زیبا و میهن دوستانش گفتگوهای فراوانی داشته و برای من باز کرد که چگونه اون پنج بندی که واقعا برای هر انسانی که با آزادی و با آبادی سرزمینش همون ایران باشه علاقه من باشه میتواند پایه‌ای باشه برای حرکت برای همکاری. ما اینجا چک سفید به هم نمیدیم، ما اومدیم برای آزادی سرزمین ما. آزادی سرزمین ما خردمندی میخواد و دلاوری میخواد و در واقع انرژی میخواد، نیرو میخواد. اگر این را ما که برای من به بیشترین نوش داریم بخوایم با هم دیگه هماهنگ کنیم در یک چهار پنج بندی که نهاد مردم به هم اکنون این پنج بند رو در واقع در خود در منشور خودش جا داده، میتواند کارهای بسیار ارزشمندی رو انجام بده. خب با تشکر از آبتین عزیز، اینترنت مثل این که این قسمت قطع شد، اجازه بدید که من قطع بکنم و خودشم قطع شد. آبتین عزیز بسیار فکر کنم آخر جملتونم بود و بسیار بسیار متشکریم و خوشحالیم که شما رو در میان خودمون داریم. این رو از طرف همه عزیزانمون در نهاد مردمی میگم که اینجا برای شما دارن دست میزنن و تشکر میکنن. هموطنان عزیز نمیدونم توجه کردید آبتین عزیز، آبتین آینه چه گفت؟ گفت یکی از بچه های ایران، چون من اینو در جریان هستم، به منم پیروز گفتن چگونه آبتین رو پیدا کردن. یکی از بچه ها که میگم همین پشتیبانان و پیشگامان نهاد مردمی از ایران، مثل اینکه رفته بود تو فیسبوک آبتین رو پیدا کرده بود، دیده بود یک فعال سیاسی است، او داره کار میکنه، مثل اینکه باهاش پیام فرستاده بود و بعد ظاهراً چند ساعتی از طریق صدا فکر کنم یا غیره به آبتین عزیز که در اروپاست گفته بود آقا یه چیزی هست به نام نهاد مردمی اینجوری اینجوری اینجوری. و بعد این آبتینی که دیگه از چهره و صحبتش معلومه که صداقت و عشق برای ایران میباره، تازه اون موقع فهمود که آره مثلا من و آرش و اینا هم احیانا توی نهاد مردمی هستیم و بعد نگاهی کرده بود بر اساس منطق و فکر و علاقه خودش اومد ثبت نام کرد. ببینید وقتی میگیم کار میشود انجام بشود اینه. و بعض وقتا هست که شما بیشترین پول هم خرج بکنید تو رادیو تلویزیون اینا هر کسی نمیدونه. و ظاهرا آبتین عزیز از طریق فیسبوک، از طریق یکی از عزیزان ما در داخل کشور که حالا اسمش هم نمیبرم، نهاد مردمیش معرفی شده بود. بنابراین درود به شما، درود به تمام کارهایی که دارید میکنید. حالا شما این همین مثالهایی که معلوم دو تا مثال زدیم دیگه، سه تا مثال زدیم. یکی مثال جناب پوروکیل بود، 87 سال چگونه با چه انرژی خودشون اومدن کردن پیشگاه بنیانگذار. یکی کارهای هنری یک ستاره و ایمان مایو تو برنامه ریزی های گروهی تیمه. سومیش هم این کاری است که آگاهی رسانی است که بچه‌ها از داخل کشور دارن میکنن به اپوزیسیون خارج از کشور. حالا این الان 30 روز جریان اینجوری شروع شده و 500 نفر هستیم. شما این رو ضرب در 1000 بکنید در چند ماه آینده، ببینید چه اتفاقی میتونه بیفته. وقتی که اعتمادها بشه، برای اینکه اگر احیانا شاید حتی من یا کسی دیگری به آبتین میگفتیم، آبتین میگه حالا بابا اینم یه حرکت دیگه است، ولی یک نفر، یک جوانی از داخل کشور میاد با یک شخصی مثل آبتین که این همه سال کار کرده صحبت میکنه، خیلی فرق خواهد کرد. در رابطه با اون شبکه اعتماد یادتونه صحبت میکردیم، هر کدوم از ما تعدادی انسانهای دیگر هستن که به ما اعتماد دارن، ولی لزوما به اشخاص دیگر نه. اگر کسی که به من اعتماد داره به خاطر من بیاد، ایشون اون شخص کسان دیگری میشناسه که به ایشون اعتماد دارن، به خاطر ایشون میان و این کار عجیب اکسپوننشال و سعودی بزرگ خواهد شد. خب قبل از اینکه بریم و یکی از عزیزان دیگرمون که از ایران، ایران فردا صدایی فرستاده اونو پخش بکنیم، میخوایم بریم یه ویدیوی دیگه از این ویدیوهایی که برای ما فرستادن رو نگاه بکنیم، تنفسی بگیریم، برمیگردیم و بعد
حالا حداقل دو سه تا کار دیگه داریم که بچه ها برنامه ریزی کردن و اونها رو دونه دونه با هم گوش میدیم و نگاه میکنیم.